کننده بهترین خدمات اینترنتی و رابطه جهانی شما. سرخط خبرهای افغانستان و جهان. حمله انتحاری 10 کشته و 40 زخمی قربانی گرفت. والی فاریاب نگران افزایش این گونه حملات است. کرزی: پیش از فصل سرما رسیدگی کنید. از همین حالا به فکر غذا و داروی مناطق دوردست باشید. جمعه خونین در پاکستان، 72 کشته نتیجه حمله انتحاری و سقوط هواپیما. و آتش فشان در اندونزیا همچنان قربانی می‌گیرد. رقم قربانیان از مرز 100 نفر گذشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 14 عقرب سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 5 نوامبر سال 2010 میلادی. در این برنامه من شکیلا فرحمند همراه با همکارانم زینب سایی و ادریس جویا با شما هستیم. اما برنامه خبری این ساعت را با خبری از سوی قصد به جان رئیس شورای ولایتی فاریاب آغاز می کنیم. بر اثر یک حمله انتحاری که گفته می شود به جان رئیس شورای ولایتی فاریاب سوی قصد کرده 10 نفر جان باختند. این حمله که پیش از ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت انجام شده منجر به زخمی شدن رئیس شورای ولایتی و 40 نفر دیگر شده است. عبدالحق شفق ولی فاریاب می گوید که تهدید شورشیان در این اواخر زیاد شده و حمله امروز کار طالبان بوده است. مدتی است که مناطق شمالی کشور ناامن‌تر شده است. با آنکه وزارت امور داخله میگوید که صدها شورشی به دولت پیوسته و عملیات پاکسازی نیز در بسیاری مناطق به راه انداخته شده، اما حملات خشونتبار کماکان قربانی میگیرد. در تازه‌ترین حملات از این گونه، یک حمله کننده انتحاری با انفجار بمب بسته شده در خود حداقل 10 نفر را به کام مرگ کشاند. این رویداد روز جمعه در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب رخ داده است. برای حمله انتحاری ساعت 15 صبح امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش مشهور به جمعه بازار که روزای جمعه اونجا بازار داره توسط یک جوان بین 13-14 ساله زخمی که در بازار بوده، تعداد 40 نفر از تقریبا از هموطنان ما تا دافور کی لحظه بر ما داده شده از شفاخانه و ولسوالی و که در بین زخمی شدن به شمول رئیس شورای ولایتی ما و در بین زخمی ها 10 نفر شهید شدن. انتحار کننده با پای پیاده رئیس شورای ولایتی فاریاب را هدف قرار داده، اما او تنها زخمی شده است. حوالی ساعت 11 پیش از چاشت این حمله بازار ولسوالی خواجه سبزپوش را لرزاند و شمار زخمیان این رویداد 40 نفر اعلام شده است. والی فاریاب نگران افزایش حملات خشونتبار طالبان در این ولایت است. قبلا هم باید که مسئولین چی پیغام هایی بر ما می رسید که ما خودم هم چندین بار تهدید شده بودم توسط تلفن. از مدتی که تهدید علی ما هم شروع شده مقامات دیگه ولایت هم در داخل میمنه هم شایعات زیاد جدی بوده که انتحاری ها نفوز کرده فعلا زیاد تحت کنترول است. وزیاد در بسیاری مناطق بازارهای هفته به ویژه در مناطق روستایی فعال است. مردم در این روزها و فارغ از کارهای روزانه برای خرید نیازمندی های خود به بازار می روند. با افزایش ناامنی ها والی بلخ که از مخالفان عملیات نظامی خارجیان بود با این عملیات اعلام موافقت کرد. این دومین حمله انتحاری در طول یک هفته اخیر در فاریاب است. حمله اول در ولسوالی دولت آباد این ولایت رخ داده بود. به کابل برمی گردیم.
در نماز جمعه این هفته ملا امامان مساجد شهر کابل از قوای سه‌گانه دولت خواستار جلوگیری از تبعیض قومی شدند. احمد حسن عارفی خطیب نماز جمعه غرب کابل مردم را به وحدت و همدلی دعوت کرد. آقای عارفی در بخشی از خطبه های نماز جمعه بر تربیت سالم کودکان و تطبیق قانون تاکید کرد. علی طاهری با جزئیات بیشتر. بار دیگر مساجد و تکایای شهر کابل میزبان هزاران نمازگزار بود. برخی از ملا امامان مساجد شهر کابل در مورد مسائل تربیت سالم کودکان، فضیلت حج و تطبیق قانون توسط قوای سه‌گانه صحبت کردند. خطیب نماز جمعه غرب کابل از تمامی خانواده ها خواست تا به آموزش و تعلیم فرزندان خود به ویژه دختران بیشتر توجه کنند. قوه مجریه باید قانونی که در بر اساس قانون اساسی در پارلمان تصویب می شود باید اجرا کند، ولی پارلمانی ها و وکلای ما باید قانون رو وضع بکند و قوه قضاییه باید جلو انحرافات و کجدوی ها را در جامعه و مملکت بگیرد. هر سه تا قوه باید بر اساس قانون حرکت کند. آقای عارفی در بخش دیگر از خطبه های نماز جمعه از قوه سه‌گانه خواست که در راستای تطبیق قانون تلاش های بیشتری به خرج دهند. او از ولسی جرگه خواست که هیچ قانون را وضع نکند که بر وحدت مردم لطمه وارد کند. خطیب نماز جمعه غرب کابل همچنان مردم و شورشان مسلح را به صلح و ثبات دعوت کرد. مبارزه با فساد اداری از دیگر بخش های خطبه ملا امامان مساجد شهر کابل بود. ریاست محترم جمهوری باید تبعیض روا ندارد. سیاه و سفید بینشون نباشه بین مردم. قبیله و قوم و زبان اینها باید همه طبق قانون مساوی، همه برادر، همه اهل یک کشور، همه تابعیت افغانستان، افغانستانی، از هر قوم و از هر نژاد و از هر قبیله و به هر زبانی که باشد، اول باید قوه مجریه ریاست محترم قانون مدار باشد، از قانون تخطی نکند. خطیب نماز جمعه مسجد وزیر محمد اکبرخان نیز در این هفته با فراخوانی مسلمانان به تقوا و امر به معروف و نهی از منکر خواستار شفافیت بیشتر در اعلان نتایج آرای انتخابات پارلمانی شد.